وزارت خارجه آمریکا گزارش تروریسم در سال 2019 رژیم ایران به توطئه‌های های تروریستی علیه مخالفان ایرانی در اروپا ادامه داده است آلبانی، بلژیک و هلند مقام های رژیم ایران را که در توطئه‌های های تروریستی دست داشتند دستگیر یا اخراج کردند وزیر خارجه آمریکا سپاه پاسداران شامل نیروی قدس را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی FTO لیست گذاری کرد. رژیم ایران که در سال 1984 به عنوان یک رژیم حامی تروریسم لیست گذاری شد، در سال 2019 به فعالیت های تروریستی خود ادامه داد و از نیروی قدس سپاه پاسداران استفاده کرد تا از سازمان های تروریستی حمایت و در منطقه بی ایجاد کند. نیروی قدس سپاه سازوکار اصلی برای ترویج و حمایت از تروریسم در خارج کشور است. در فروردین 1398 وزیر خارجه آمریکا سپاه پاسداران شامل نیروی قدس را به عنوان یک سازمان تروریست خارجی FTO لیست گذاری کرد. رژیم ایران از گروه های تروریستی عراقی از جمله کتایب حزب حرکت النجبا و عصائب استفاده کرده و رژیم اسد در سوریه و گروه های تروریستی شامل حزب الله را که در آنجا عملیات می‌کردند تقویت کرد. رژیم ایران رژیم اسد در سوریه را به عنوان یک متحد تعیین کننده و سوریه و عراق را به عنوان مسیرهای حیاتی که از طریق آن برای حزب الله اسلحه تأمین کند می‌بیند. رژیم ایران همانند سالهای گذشته به حمایت از توطئه های تروریستی برای حمله به مخالفان ایرانی در چند کشور در قاره اروپا ادامه داده است. در سالهای گذشته کشورهای آلبانی و بلژیک و هلند مقامهای رژیم ایران را که در توطئه های تروریستی مختلف در حوزه تحت مسئولیت مربوطی خودشان دست داشتند، دستگیر یا اخراج کردند. دانمارک نیز بعد از اینکه از یک توطئه مورد حمایت رژیم ایران برای سوء قصد علیه مخالفان ایرانی در کشورش اطلاع پیدا کرد سفیر خود را از تهران فراخوان این گزارش همچنین خاطرنشان نشان می کند که رژیم ایران صدها میلیون دلار برای حمایت از حزب الله فراهم کرده و هزاران نفر از چپ نظامیانش را در کمپ ها در ایران آموزش داده و آنها را در سوریه برای حمایت از رژیم اسد به کار گرفته است. رژیم ایران در بحرین به تأمین تسلیحات، پشتیبانی و آموزش برای گروه های شبه نظامی محلی ادامه داده و در یمن برای شبه نظامیان که دستن در کار حملات تروریستی علیه اهداف منطقه‌ای هستند، تسلیحات، پشتیبانی و آموزش تأمین می کند. رژیم ایران همچنان از حملات سایبری علیه نهادهای دولتهای خارجی و بخش خصوصی حمایت کرده و به القاعده اجازه داده که از سال 2009 از یک کانال اصلی تسهیل در ایران استفاده کند و القاعده را قادر ساخته پول و شبه نظامی به آسیای جنوبی و سوریه منتقل کند.